تعیید قوانین جامعه یاسای چنگیزخان مغول در قرن 14 میلادی می باشد. قوانین برهن مناسب جاهایی می بود که ارتباط منظم درباره موازین قانونی دشوار می بود. در زبانهای ایرلندی و هندی واژگان بسیاری یافت می شود که ریشه مشترک هند اروپایی دارند. برای مثال ما چند نمونه از این واژگان را به همراه معادل آلمانیشان در اینجا می آوریم. ابتدا واژه ایرلندی، سپس واژه همریشه هندی و آنگاه واژه آلمانی را ذکر می کنیم. Bauer. Bada. Bauer. Behra. Kill. Killa. Kille. Kroy. Kada. Foss. Fossil. Box. Gyre. Gadha. Mion. Man. Mino. Power. Padna. Puck. Bakra. Buck. Pol. Pola. Sakru. Sochna. Puffin. Tufani. Owen. Owen. گرامر زبان هندی از الگوی هندوروپایی پیروی می کند. یه انده بہت سخت هن. این تخم مرغ‌ها بسیار سخت هستند. نهفه کشا روخ روی تر. واژه معبد مانیشتار در زمان ایرلندی از واژه لاتین مانیشتریوم گرفته شده است. اما حتی پیش از تمدن خاورمیانه و روم معابد وجود می داشت. واژه هندی ماندور که به معنای معبد می باشد نشان می دهد که جویندگان طریقت ابدی در موطن مادری هند اروپایان وجود می داشت. زبانهای ایرلندی، پارسی و پیوندهای ویژه آنها با آلمانی. گنجینه ای از تمدن باستان. دری یا فارسی همان پارسی است. فینیس فارسا بنابر باور عامه اولین فرد ایرلندی می بود. واژه آریا به معنای مالک خانه می باشد. واژه اصیل و باستانی که همسنگ واژه های ایران و ایر در واژه ایرلند می باشد. در زبان پارسی کهن ایران معنی سرزمین آریایی ها را می دهد. در زبان ایرلندی اگر ما بگوییم تیر نهرن مفهوم ریشه ای آن سرزمین آریایی ها می باشد. هرچند برای شنونده عامی معنای سرزمین ایر را می دهد که ایر شاهزاده خانم اسطوره ای است. این تشابه به نوبه خود هرچند پیچیده ولی شگفت انگیز است. ایرلندی ها در قرن های گذشته به شدت تحت محرومیت بودند. هرچند آنان آگاهانه نگهبان فرهنگ 5500 ساله خود بودند. ولی حتی پس از استقلال ایرلند که در سال 1922 بازتابی از فرهنگ غنیشان بوده است، متاسفانه هنوز نیز کالبد آنان در تنگنای حصارهای آنگلوساکسون قرار گرفته است. پناه به خداوند جهانیان از این همه ستم.